چند بار زنگ زدم نبودی؟ یکم قدم زدم و خرید کردم. یه سرم رفتم پیش ریحان، نشستیم حرف زدیم، قهوه خوردیم. کار خوبی کردی. ببین چه جوری بچه رو پر میکنه. هر کی حرفو ازش بزنه به خودشه. شنیدین بچه ها؟ حرفای بد بد نزنین، گناه داره والا. خب دیگه برو پیش مامانت، فکر میکنه داریم پشت سرش حرف میزنیم. یه دقیقه صبر کن فکرت. میگم نظرت چیه؟ یه چند روز استراحت کنیم. چطوری؟ یعنی یه مسافرت چیزی بریم، یکم دور شیم، فقط دو تایی. نمیدونم بچه ها چی؟ نگران بچه ها نباش، مواظب خودشون هستن. دیگه وقتشه که ما هم یه ماه عسل بریم. باشه بچه ها، زود باشین دستورتتون رو بشورین، میخواییم غذا بخوریم. زود باشین، زود باش دیگه. چه خبره؟ هیچ خبر. مثل ماهی آکواریوم بیقراری میکنی. جون دلم مامان، ای جونم. وای خیر باشه انشالله. خیر انشالله. چی میخوای آیشه جان؟ نون. صبر کن الان بهت میدم. امروز رفتی پیش اویا خانوم؟ رفتم. دیگه ساعتها با هم حرف میزنیم، مثل مریض و مشاور نیستیم، از این ور اون ور حرف میزنیم، دیگه چیزی نمونده تموم شه. تو چی کار کردی؟ بابات گفت رفته بودی عکس برداری؟ آره رفتم عکاسی، از یه خونه عکس گرفتیم. عکاسی دکوراسیون دیگه ها؟ عکاسی یه مجله که خیلی راحت میشینی ورقش میزنی، ساعتها زمان میبره، آدم باورش نمیشه. نورپردازیش دکوراسیون. به تو هم عکاسی یاد میدن دیگه نه؟ آره دیگه شروع کردم، کم کم دارم یاد میگیرم. فعلا که فقط من دوربینو میبرم و میارم. اونم یاد میگیری، تا راه نری دویدن یاد نمیگیری. حداقل یکم سوپ میخوردین. من ندارم خانوم، اگه یه چیزی بخوام خودم واسه خودم درست میکنم، فعلا هیچی نمیخوام. اصرار نکن فکرت، اگه بخواد من بعدم براش درست میکنم. دست درد نکنه فکرت جون، خیلی خوشمزه شده. دست درد نکنه، دست درد نکنه. یوشو جونتون. بچه ها ما من و خاله فکرتتون یه چند روزی نیست. کجا میرین؟ استانبول؟ این دفعه خواهرش چی کار کردن؟ مامان عزیزم شوخی کردم، جرم که نیست. کی مریضه؟ نکنه بابا چیزی شده؟ همه خوبن، شما نگران نباشین. ما یه چند روز میریم استراحت، میریم سفر. زکی میخواییم برین، چرا ما رو نمیبرین؟ این دفعه باید به ما اجازه بدین، دوتایی میخواییم بریم. خب بابا چی میشه ما هم بیایم؟ پس مدرسه چی میشه؟ ای بابا اینا میخوام برم محصل. من فهمیدم. دیگه چه خبر؟ کجا برن؟ مواظب برادرات هستی دیگه نه؟ خیالتون راحت باشه، بریم به سلامت. شما هیچ جا نمیرین، من بهتون اجازه نمیدم. من مریضم پسرم، چجوری منو با این حالا ول میکنین میری؟ خب معلومه این اصلا براش مهم نیست، به من فکر نمیکنه، اما تو چی؟ مامان جون تو که چیزیت نیست، خدا رو شکر حالت خوبه؟ ای کجام خوبه، دارم میمیرم، این روحم اینجوری داره از بدنم در میره، حالم بده. اگه حالت خیلی بده ببرمت بیمارستانی جایی، با ریحان صحبت کنم بستریت کنه بیمارستان. ها؟ تا ما برگردیم حسابی بهت میرسن بهتر میشی، ما هم اینجوری خیالمون راحت تره.
من با ریحان حرف میزنم، میگم حواسش به بچه ها باشه. اتفاقا امروز اونجا بودم. منو میخوام بندازین گوشه بیمارستان، خودتون بریم معسل. درسته مادر جونش داره در میاد و وقت سالانه سالانه دست خانومو بگیری بری عشق و حال. خاک بر سرتون به خدا. حالا که اینطور شد تا برگردی منتظر باش. براتون متاسفم، ایشالله با اسپانیش خجالت بکشه، البته اگه یه ذره شرم و حیا داشته باشه. چرا دو دفعه از جلوی اون بحث مشاوره مطرح میکنی؟ منظوری نداشتم عزیزم، عمدی نبود به خدا. خانم دوباره وارد جمع شد، همه چی یادش رفته. دوست ندارم فکر کنه من مشکل دارم، فهمیدی؟ البته. راجب چیا حرف زدی؟ در مورد شوهرش چیزی دستگیرت شد؟ منو ببین، به خاطر خدا با این حرفای بی ربطت منو آزار ندی. مگه چی گفتم؟ تو هم علکی حساس شدی یا؟ دیگه در این مورد حرف نزن. خیلی خوب باشه. باهاش سر و کله زدن خیلی سخت شده. به خدا یه چیزایی میگه آدم میمونه چی جواب بده. الان چی میگه؟ بگذاریم، پرخاشگر شده دیگه. این بچه اصلا اینطوری نبود. فردا بازم میری مدرسه؟ آره، بازم باید پیگیر باشیم. راستش بد نیست یه کمکی از مشاور بگیریم. میخواین با اویا خانم یه صحبتی بکنی؟ بد نیست. بچه‌ست دیگه، از همه چیز خبردار شده. همونطوری که گفتیم متوجه مسائل میشه. شب بخیر. میری بخوابی دخترم، برو شبت بخیر. شب بخیر. شب بخیر. شب بخیر. سه شب میمونیم. سه شب. بله، دو نفریم با خانومم میه. باشه. خیلی ممنونم. فردا صبح اونجاییم، نزدیکیم. شب بخیر. ممنونم. ممنون. رزروممونم انجام شد. کنار دریا کلی قدم میزنین، کیف میکنین. چقدر باحال. بابا هتلی که میرین استخم داره؟ داره پسرم. وای. استخ، سونا، جکوزی، همه چی داره. ما رم بعدن میبری با باباشه. هوا بهتر بشه با هم میریم. البته عزیزم، مامانم رو ور میداریم و همه با هم میریم. مامان جون چی شده؟ درد دارم. بمالم؟ بیا بذار واسه ماساژ بدم. راستش آب گرم واسم خوبه. وانو پر کنم؟ وان نه، باید برم یه چشمه آب گرمی، جاکوزی، چیزی. هوا بهتر بشه، قول میدم. همه با هم دیگه میریم، گفتم که. حالا نمیخواد همه را را بندازی، منو ببری، کافیه. باشه مامان جونم، دوتایی با هم میریم، مادر و پسر، قول میدم. هی مامان جونم. آخ، یواش یواش. داداش، فردا راننده میاد دنبالم. میخوای تو رام تا بانک برسونی؟ او؟ میبینم از همین هفته اول داری از امکانات یامان خان نهایت استفاده رو میکنی. امکانات شرکت. راننده اون طرف میشینه، من این طرف. مگه مشکلیه؟ مشکلی نیست عزیزم. راحت و بی درد سر میری و میای. پول کرایه‌ام میمونه تو جیبت. خدا خیرشون بده. شب بخیر. شب بخیر. شب بخیر. سب کن منم بیام به دخترم سر بزنم. یعنی به عایشه. میخواین به اویا خانم زنگ بزنم برای فردا وقت بگیرم؟
الان زنگ نزن، من فردا زنگ میزنم. دیر نیست که؟ فردا زنگ میزنم. خودتون میدونین من گفتم وقت رو تلف نکنیم. بیا مامان جونه. تو هنوز نخوابیدی؟ کتاب میخونم. دخترم نمیتونی صبح بیداشی دیگه، بذارش کنار. مامان گیر نده دیگه. منو ببین، همچین گیر میدم تا بفهمی آبا من درست حرف بزن. به اونجه که علامت گذشم بریزم میخوابم. عایشه. اوف عایشه، دختر بدی شدی. من خیلی هم خوبم، گفتم خوبم. اه؟ چرا همه به من گیر میدن؟ دخترم چرا همچین میکنی؟ ای خدا. بریش کن مامان جون، برو. عایشه جونم بهم دست بزن، بلم کن. چی شد؟ ای خدا، وضع این بچه چی میشه؟ مگه چشه؟ شما هم گندش نکنی. بچه خیلی پرخاشگر شده، فهمید رفتیم مدرسه ناراحت شد. خب معلومه دیگه، خجالت کشیده. میگذره، اینم نگران نباش. هی نگو میگذره میگذره، چی میشه؟ شما هم یکم کمک کنین آخه. ببین با هم دیگه آشتی کنین. آفرین دختر خوشگلم. تو میدونی داری چی میگی مامان؟ مشکلی که بین ما هست مثل بازی بچگی نیست که حل بشه. یه لحظه خودتو بذار جای من مادر، ببین چیو دارم تحمل میکنم. تصور کن خودت میتونی تحمل کنی. میدونم اما هیچیو نمیدونی. اصلا نمیدونین من تو چه حالیم. به بابام قول دادم جلوی عایشه حواسم به کارم هست، ولی انتظار نداشته باشین حتی به خاطر عایشه با اون آشتی کنم. من دوست دارم مثل قبل باشیم دخترم. دیگه هیچی مثل قبل نمیشه. همچین توقعی نداشته باش مامان، فهمیدی؟ ای خدای خودت به من صبر بده. به اون کاری نداشته باش، به این کاری نداشته باش. آخه با شماها خدا آخر عاقبت همو به خیر کنه. فکره این یا این؟ هر دوتاش قشنگه، پس جفتشونو میارم. بابا همش سه روز میخواییم برین، چمدونو پر کردی. باید لباس اضافه ببرم، یه چیزی میشه لباسم کثیف میشه. لازمه دخترم. تو چیا میبری؟ یه چیزایی برداشتم. اون پیراهن مشکیت هم برداشتی؟ خیلی تو تنت قشنگه، خیلی بهت میاد. آره خیلی میاد. برداشتم. اون چیه دیگه؟ دنیز، مامان بزرگ کارت داره. دنیز اومدم. برای شب یه پیرهن مجلسی شیک گرفتم. با لباس اسپورت که نمیشه نه؟ درسته. من کارم تموم شد. منم حاضرم. صبح یادمون باشه مسواک و اینا رو هم برداریم. یادم نمیره. شب بخیر. شب بخیر. مامان چی شده؟ بیام تو؟ بیا دخترم. میشه یکم بیام پیش شما؟ بیا عزیزم.
وای خدا، از سر من اومده، بیا. آروم عزیزم. حسین کینچی حرف زدم، معذرت میخوام. یکی یه دونه من عزیزم. صبر کن ببینم، منم میخوام. بابا جینم، دختر عاقل من، دختر خوشگلم، خدا حفظت کنه، آدمای خوب سر راد بذاره ایشالله. دختر من از همه عاقل تره، مامان باباش اصلا ناراحت نمی کنه. مگه نه دخترم؟ آره؟ قول میدم. خوشگل مامانشه، جیگرم. بابا تمومش کرده که، منم میخوام. واسه تو اینجا رو نگه داشتم. بفرمایید قربان، خوش آمدید. ممنون. لطفا بدینشون به من، بفرمایید. بیا عزیزم. بفرمایید، خوش اومدین. سلام، از قبل رزرو کرده بودیم. به نام کی رزرو داشتین؟ الو، نوری نسا؟ رفتم، منو تنها گذاشتن، رفتم به خدا. امری ندارین؟ بفهم. خیلی ممنون. خواهش میکنم. زود آویزون کنم چروک نشه. باشه. اتاق قشنگیه نه؟ آره خیلی قشنگه. اونا رو ول کن، فعلا بیا بریم یه صبحونه مفصل بخوریم. باشه. بعدم این اطراف یه دوری میزنیم، میریم میگردیم. باشه. پالتومو میذارم تو کمد، کیفمو نمیارم، فعلا که از هتل نمیریم بیرون. بریم. اون چیه؟ جارو برقیه دیگه. آخه اولین بار تو دستت میبینم، یه هو تعجب کردم، شوخی کردم بابا. سب کن روشنش نکن، یه زنگ به فکرت بزنم بعد. الو. الو جواهر خانم. بفرما. سلام، من خیریه هستم. قطع نکنین، منم حرف بزنم. بله خانم، حالتون چطوره؟ خوب نیستم خانم جون، مثل جغتک و تنها خونه رو میپام. متوجه نشدم. دختر خانومتون انقدر پیله کرد، معسل معسل پسرم رو برداشت برد. منم با این حال مریضم، مواظب بچه ها. فکرت اینه با هم رفتن معسل؟ رفتن معسل. اینم مثل دخترش هرچی به نفشه میشنوه. خانم جون میگم دارم میمیرم، دخترت رفته پیل کرده. آخه الهی، کی برمیگردن؟ نمیدونم جونم. اگه نگرانی موبایل تحسین رو بگی، من تنبیهش کردم به هیچ زنگ نمیزنم. واقعا؟ باشه جواهر خانم، ممنونم. ایشالله زود خوب بشین، سلامت باشین. بازم زنگ میزنم، روزتون بخیر. تره به تخمش میره. خیلی خوشحال شدم. کجا رفتن؟ نگفت که، تون 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 فقط خودش حرف زد. پس معلومه که رابطه شون خوب شده.
خدا را شکر. ایشالله که خوشبخت باشه. ایشالله. احساس میکنم از بند رها شدم. جواهر نه دستگیرمون کنه خوبه. از این که صبح زود وقتتون رو به من دادین خیلی متشکرم. حتما به خاطر من مجبور شدین زود بیاین. خواهش میکنم، منم دوست داشتم رو در رو صحبت کنیم. حق دارین که نگران وضعیت عایشه باشین. با این سن کم چیزایی که دیده و شنیده میتونه براش خیلی سخت و خطرناک باشه. اما من در این مورد نمیتونم بهتون کمکی بکنم. من روانشناس کودک نیستم. متوجه هستم. یکی از همکارامو تو کلینیک به لیلا معرفی کردم. اون متخصص مشاوره کودکانم هست. لیلا در مورد خواهرش با شما صحبت کرده؟ من نمیدونستم. نه، درمان لیلا دیگه با من نیست. چرا؟ مگه بهتون نگفته؟ نه، صحبتی نشده. که اینطور. من به لیلا گفتم که دیگه نمیتونم بهش کمکی بکنم. یه مشاور دیگر رو بهش معرفی کردم که کمکش کنه. مشکلی پیش اومده؟ نه، چیز خاصی پیش نیومده. راستش خودم اینجوری خواستم. ماشاءالله داری خاله جواهر. چنده؟ 13/8. فشار خونه که دختر جوونه. این دستگاه فشارت خرابه به خدا. میگم دارم میمیرم نوری نسا. قلبم درد میکنه، سرم زوق زوق میکنه، نمیتونم نفس بکشم. ریحان دخترم پاشو زنگ بزن بگو تحسین بیاد. هیچیت نیست خاله جواهر، ول کن. تو رو خدا حالا اونا رو نگیر خواهشن. توفتون اشغالشون. به خدا این حرفت خیلی زشته، از تو بعیده، خیلی زشته. میخوای ببرمت بیمارستان؟ یه سرم بزنن بهتر بشی. نمیخوام، زنگ بزن تحسین بیاد. چی شده؟ هیچی. بگو. دیدی تو فیلمای قدیمی ترکیه عاشقا از هم فرار میکنن؟ بعد سعی میکنن از لای درخت و همدیگه رو بگیرن. الکی از هم فرار میکنن. بعدم میپرن تو بغل همدیگه. هنوز منظره اسکله مونده. بریم ببینیم. عاشقا. روز اولی که دیدمت، بهت که نگاه کردم، زیر اون صورت و چشمای غمگین تلخیه عشق دیدم.
خیلی دلم گرفته بود. با سکوتت بیشتر دلم میگرفت. هر چقدر بیشتر میگذشت بیشتر به خودم میقبولندم که تو برای اینکه کس دیگه یه مجازات کنی با من ازدواج کردی. من برای اینکه یه خانواده داشته باشم باهات ازدواج کردم. خیلی خوششانسم که زندگی تو رو سر راهم قرار داده فکرت. تو شانس زندگیمی. تو هم شانس منی. پذیرایی رو شروع کنیم قربان؟ نه، همسرم بیاد بعد. به روی چشم. خیلی منتظرت گذاشته. خیلی زیبایی.
همه چی عالیه. منتظر آبجیم نمیشی؟ خواهر دیر میاد آیشه جون. تو مطمئنی که قرار بوده بره پیش مشاور؟ آره، گفت موبایلمو خاموش میکنم، نگران نشین، پیش اوی خانومه. بیا عزیزم. برگه های وکالت آیشه خانوم فراموشه. چشمت من. فردا جلسه تو کدوم دادگاهه؟ همون جای قبلی، ساعت 11. باشه. میتونم بیام تو؟ لیلا؟ خوش اومدین لیلا خانم. خیلی ممنونم. داشتی میرفتی؟ کم کم. بیا بشین. چیزی میل دارین؟ نه خیلی ممنون. خواهش میکنم. بازم بهت زنگ زدم اما جوابمو ندادی. خیلی سرم شلوغه، وقت نمی کنم ببینم کی تماس گرفته. ازم دلخوری؟ نه. جریان چیه جان؟ آیا خانمم منو ول کرد؟ واقعا؟ در ارتباط با من یه اتفاقی داره میفته اما خودم خبر ندارم. مگه همه چیز یه جورایی به تو ارتباط پیدا نمی کنه لیلا؟ من از تو خیلی خوشم اومد، بهت گفتم، تو هم گفتی که نمیتونیم با هم ارتباط داشته باشیم. در از تو باعث همه چیز بودی، ولی شروعش با من بود. قرار جدایی گذاشتی؟ بله، ولی تموم کردن یه زندگی به این راحتی هم نیست. آدم تا به سرش نیاد نمیفهمه. باید از یامورم جدا میشدم، نتونستم. چقدر خوب. خوش اومدید. خوش باشی اصلا. حالت چطوره؟ خوبم. شما چطورید؟ منم خوبم، خیلی ممنون. برای شام براتون میز رزرو کردم. ممنونم. جان تو اتاقشه؟ تنها نیستن، مهمون دارن. راستی شما که لیلا خانمو میشناسین، بهشون خبر بدم؟ نه نه. براتون خوشحال شدم. دیگه بیشتر از این مزاحمت نمیشم. با اجازه. خداحافظ. خدا نگهدار. لطفاً تو نیا. به امید دیدار. به امید دیدار. سب کن آیشه، وایسا، خستم. خوش اومدی عزیزم. ممنونم مامان جونم. سلام. گرسنه ای؟ شام هنوز گرمه، میزو تازه جمع کردیم. نه گرسنم نیست. کجا بودی لیلا؟ مشاوره پیش اوی خانم. من خستم، اگه زود بخوابم ناراحت نمیشین که. آخه یاد خودم افتادم که از سر کار می آمدم. دقیقا همینطوری بودم. شب بخیر. شب بخیر. آه
میای برقصی؟ البته. عوض نکن دیگه، الان فیلم شروع میشه. باشه مامان، هنوز که شروع نشده، فعلا تبلیغه. نه عوض نکن. کجا عزیزم؟ الان میام. آقای جان، اویا خانم اومده بود. از چرا خبر ندادی؟ چون لیلا خانم بودن نخواستن که مزاحم بشن. لیلا دارم میخوابم بابا جون. در رو باز میکنی؟ میخوام یه خورده حرف بزنیم. لطفاً بابا جون، فردا حرف بزنیم لطفاً. وقتی به تو نگاه میکنم فکر میکنم خودمو تو آینه میبینم، خودمو تو میبینم. فکرت بزرگ، تو رو خدا قطع کن. قطع کرد، حتما دید منم قطع کرد. Thank you.
قنچه عشقمون با اشک و بارش بارون شکوفه کرد. اون شکوفه تو دلمون هیاهویی به پا کرد، هیاهویی که با نفس یار آروم گرفت.